سلام دوستان، اینجا پلاتو و ما با افشاگری علی صبوری در مورد کسی که عامل کشته شدن ارشا بوده با شما هستیم. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. نظرتون رو هم حتما برامون کامنت کنین تا با هم در ارتباط باشیم. لایک رو هم فراموش نکنین. دیروز دوباره خبر فوت در مورد ارشا اقدسی منتشر شد، با این تفاوت که این بار متاسفانه دیگه تکذیب نشد و دوستاش هم که در لبنان بودن این خبر رو تایید کردن و مشخص شد که با نهایت تأسف جدن ما ارشا اقدسی رو از دست دادیم. اما حالا یک روز بعد از خبر فوت، زمانی که همه خبرهای انتقال پیکر ارشا به ایران و جزئیات مراسم تدفین اون رو دنبال می‌کردن، علی صبوری اینفلوئنسر معروف از یک داستان جدید در مورد ارشا پرده برداری می‌کنه که در فوت اون کسی مقصر بوده و حالا علی قصد داره اسم اون شخص رو لو بده. علی صبوری بعد از ابراز ناراحتیش در مورد فوت دوست قدیمیش ارشا، ماجرا رو با این استوری شروع میکنه و مینویسه: ارشا، حالا که رفتی اما من هستم. تمام کارهایی که ازم خواستی رو انجام میدم و به خیلی ها تو دهنی میزنم. دوستان، من نه موج سوارم نه اونقدر حیوونم که دنبال این قصه ها باشم. تمام نزدیکای ارشا و همتیمی هاش از رابطه دوستی من و ارشا بعد از داستان کرونا خبر دارن و کاملا پشت من وایسادن تا خیلی چیزها رو روشن کنم، اونم فقط به خاطر اینکه ارشا ازم خواسته. در ادامه علی صبوری برای اینکه صمیمیت خودش رو با ارشا اثبات کنه این استوری رو میذاره و توضیح میده که اون تنها کسی بوده که توی پیج ارشا لاگین میشده و به اینستای ارشا دسترسی داشته. حالا بعد از فوت ارشا، پیج اینستای اون به حالت یاد بود در اومده و برای علی صبوری هم این پیغام ارسال شده. علی ماجرا رو ادامه میده و استوری بعدی رو میذاره و از روزهایی که ارشا به کرونا مبتلا شده بود صحبت میکنه و مینویسه: روزی که ارشا کرونا گرفت و رفت بیمارستان و رفتار نامناسب باهاش شد برای اسکنریه، من زنگ زدم گفتم برو خونه و سریعاً واسش کپسول اکسیژن و دکتر فرستادم و هر روز با تمام وجود زنگ میزدم و کاراشو پیگیری میکردم که خدایی نکرده چیزی نشه. حتی یک شب اکسیژن خونش رسید به 82 که معجزه شد و با گرفتن اکسیژن خوب شد. تا اینجا علی صبوری توی استوریاش سعی کرد به همه اثبات کنه که رابطه صمیمانه‌ای با ارشا داشته، اما توی استوری بعدش حملش رو به یک نفر شروع میکنه و از قهرمان کشی صحبت میکنه. اون خطاب به یک نفر مینویسه: روح و روانه یکی رو داغون میکنی که ذره‌ای تمرکز نداشته باشه، حالا که کشتی میگی برگرد، وای بر تو، چه جوری میخوای جون بدی؟ بعد توی استوری بعدی اسکرین شاتی از یک پیج در مورد بدلکاری رو میذاره و مینویسه: چه زود پیجتو بستی، پستادم پاک کردی خانم مرجان طاهری، ازت شکایت کردیم، شده توی فضای مجازی 1,000,000 امضا بگیرم ولت نمی کنم. رفتی دیروز یه عده رو فرستادی خانه سینما علیه من که چرا من دارم از ارشا دفاع می کنم؟ که منو ممنول کار کنید؟ بابا ولم کن، من تا تهش هستم، ولتون نمی کنم، وکالت ارشا دستمه با کلی از صحبتاش. در مورد اینکه این خانم یعنی مرجان طاهری کیه و چه ربطی به ارشا داره، علی در استوری بعدیش اسکرین شات پیج شخصی خود این خانم رو میذاره و مینویسه: ترسید پیج اصلیشو بست، آیدیش هم عوض کرد، نمیتونی فرار کنی با اون جمله مزخرف تو بیو پیج. استوری بعدی علی صبوری تصویری از چت وکیل ارشاست با همین خانم یعنی مرجان طاهری،
توی این اسکرین‌شات از چت این دو نفر، وکیل تصویری از استوری این خانم رو که احتمالاً بعد از حادثه برای عرشا بوده و این خانم از عرشا خواسته بوده که دوباره به زندگی عادی برگرده تا با هم کل کل داشته باشن رو برای خود این خانم میفرسته و به اون پیغام میده که این کار ایشون بی احترامی و دور از ادبه و اگر این خانم کدورتی از موکلش داره بهتره با اون تماس بگیره. بعد خانم هم در جواب وکیل توضیح میده که ماجرا برای یک هفته پیش بوده و حل شده. اما علی صبوری زیر همین اسکرین‌شات بزرگ مینویسه دروغگو تا بگه ادعای خانم دروغ بوده. درگیری این دو نفر یعنی علی و خانومی که به اون اشاره کرده ادامه پیدا میکنه و علی توی استوری بعدیش مینویسه اونو بلاک کردن تا آیدیش پیدا نشه، ولی علی مصمم جواب نامردی اونو بده. علی توی استوری بعدیش این بار تصویری از دایرکت خودش رو با عرشا میذاره که توی اون عرشا توضیح داده مخ دوتا از بچهای با سابقه تیمش رو زدن تا اونها از تیم عرشا جدا بشن. علی هم این دایرکت رو میذاره و توضیح میده توی این پیام عرشا مشخصه که اون کاملا از نظر روانی به هم ریخته. اسکرین‌شات از دایرکت علی و عرشا ادامه داره و علی توی استوری بعدیش صحبتای عرشا رو میذاره که به اون گفته بوده اونها پیج عرشا رو بلاک کردن و بعد توی یه چت دیگه هم برای علی عکس از پیج اون فردی که براش مشکل ایجاد کرده رو میذاره و توضیح میده که اون به هر نحوی که میتونه واقعا داره اذیتش میکنه. بعد هم تصویری از پیج اون شخص رو جداگونه استوری میکنه تا موفق بشه کاملا اون شخص و پیجش رو برای مخاطباش لو بده. تا اینجا علی فقط از مشکلی که این خانم و پیجش برای عرشا درست کرده بودن و اینکه عرشا برای این مشکلات شرایط روحیش به هم ریخته بود صحبت میکنه. اما توی استوری بعدیش اون جزئیات بیشتری از ماجرا رو رونمایی میکنه و توضیح میده این عوضی در ابتدا میاد و با پست تعریف و تمجید از عرشا فالوئر میگیره، اما در ادامه که فالوئراشو به دست میاره شروع میکنه به تخریب عرشا عقدسی. بعد علی یکی از استوریای پیج این خانم رو پایین همین متنش میذاره که اون خانم به عرشا اشاره کرده بود و در توضیح آورده بود که اون چشم دیدن آدمهای موفق رو نداره. عرشا هم بعد از این پست به علی پیغام داده که این پیج داره منو تخریب میکنه. علی برای اینکه اثبات کنه که تا آخرش هست و میخواد ماجرا رو پیگیری کنه توی استوری بعدیش دوباره تصویر دایرکت خودش و عرشا رو میذاره که اون به اسم ادمین همون پیج اشاره کرده و بعد به علی وکالت داده تا پیگیر ماجرا بشه. علی هم تصویر این وکالت نامه خودش رو میذاره تا حتما به گوش این خانم برسه که اون دنبال کار عرشا هست. خلاصه این که عرشا بعد از این اتفاقات به بیروت میره تا پروژه رو شروع کنه، اما علی توی استوری بعدیش به زمانی که دیگه هیچ جوابی از عرشا دریافت نکرده اشاره میکنه. اون سعی کرده با عرشا تماس بگیره ولی متاسفانه عرشا دچار حادثه شده بود و دیگه امکان جواب به پیغامهای علی وجود نداشت. استوری بعدی علی دوباره جزئیاتی از استوری‌های این خانوم بعد از حادثه برای عرشاست که اون توی استوری خودش از عرشا خواسته بود تا دوباره به زندگی عادی برگرده و همونطور که قول داده بود به این خانوم برای پیج بدلکاریش کمک کنه. اما علی هم زیر تصویر همین استوری‌ها می‌نویسه توی بی همه چیز یکی از علت‌های فوت عرشا بودی، تا رفت بیمارستان شد عزیزت، موزت برگشت، به تو قول داده؟ تمام توضیحاتی که علی برای مخاطباش میده نهایتاً با این استوری آخر از اون کامل میشه و اون دوباره تصویری از دایرکت خودش و این خانم رو منتشر میکنه که توی این دایرکت برای اون توضیح میده و مینویسه خانم طاهری، عرشا هیچ وقت توی کارش خطا نمی کرد و واقعاً دقیق بود. اگه حادثه‌ای واسش پیش اومد چون از نظر روانی شما به هم ریختینش و داغونش کردین. الانم ادای فنها رو در نیارین. من از طرف عرشا و به کمک تیمش و مردم چیزی که عرشا ازم خواست رو عملی می کنم تا تهش هم هستم.
مردم عزیز برای شادی روح عرشا پیج های این خانم رو ریپورت کنید و نذارید فعالیت کنه تا تو دادگاه خدمتشون برسیم. چیزهای زیادی دارم که ازشون رو نکردم. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین.